سلام، خوش اومدید به با خبرنگاران هشتم بهمن ماه. این هفته هم کلی خبر دندلودار براتون آماده کردیم، از چسبت هفته گرفته تا رفوع اظهار نظری نوبهبا. مثل همیشه هم خبر خوب و بد و زشت هفته رو هم انتخاب کردیم. در جریان سیل هفته گذشته در جنوب، وزیر آموزش و پرورش در بازدیدش از این مناطق اظهار نظری داشت که خیلی سر و صدا کرد. آقای نوری گفته بود که تنبلی نکنید، بلوک بذارید تو آب، بچه‌ها رو بفرستید مدرسه. این هفته معاون سیاسی استاندار که اون روز همراه وزیر بوده گفته که صحبت‌های وزیر رو ناقض منتشر کردن. خب بفرمایید بگید کاملش چی بوده؟ مثلا گفتن ملات و اینا هم باشه، اون قسمت بریده شده؟ خبر خوب هفته از پرداخت تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومانه، اونم بدون ضامن، که وزیر اقتصاد اونو اعلام کرد و گفته این تسهیلات از سوی بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخونه به افراد حقوق بگیر و مستمری بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب پرداخت میشه. مسئولان محترم، بالاخره کی الان مدیر اداره کاره؟ اول خبر اومد نفر جدید معرفی شده، بعد گفتن کنسل نشده. مردم و جویندگان کار و ارباب رجوع هیچی. تکلیف این صندلی ریاست روشن کنین. بالاخره در 4 سال پیش رو باید به کی سواری بده؟ بشنوید از خواسته جدید وزیر محترم کشور که فرمودن یک وزارتخانه جدید با نام همسایگان تشکیل بشه. خب یعنی کشورهای همسایه جز کشورهای خارجه منصوب نمیشه؟ آقای وزیر، آقای وعیدی، وزارت امور خارجه پس چی کاره است؟ خبر بعد این هفته از جان باختن دختر 5 ساله با احتمال گاز گرفتگی و مصدومیت مادر 30 ساله در یک منزل مسکونی واقع در شهر کرمانه. با توجه به سردی هوا خواهش میکنیم وسایل گرمایشی محل سکونتتون رو حتما بررسی کنید تا دیگه شاهد چنین وقایع تلخی نباشیم. بیا دیگه، علمم ثابت کرد فقر رشد مغزی تاثیر منفی داره. سندش هم پژوهشگاه دانشکده کلمبیا که میگه بچه‌هایی که در خانواده‌های فقیر بزرگ میشن فعالیت کمتری در بخش‌های کلیدی مغز که با فکر کردن و آموختن در ارتباط نشون میدن. بعضی از این مسئولین هم که میگن در خانواده‌های فقیر بزرگ شدیم، نکنه این فلاکت تو جامعه و برخی از این تصمیم‌گیری‌های اشتباه از همینجا نشأت میگیره. به هر حال خشت اول گر نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش. از نماینده شهر بابک در مجلس پرسیدن برنامه سال بعد دولت برای بورس چیه؟ گفته سال آینده انقدر فشار تورم و افزایش قیمت بر مردم زیاد میشه که بحث بورس یادشون میره. خب آقای دکتر، ممنون که این همه به مردم امید دادید و در وصف و روایت مشکلات پیش قدم هستید. دولت قبل در حمایت از محتاجان به نان شب هم چند روزی رو اعتصاب غذا کرده بودین. چندین قربان؟ اما عنوان خبر زشت این هفته بانک‌های خسیسه و در روزنامه کاغذ وطن به چاپ رسیده که اشاره به بلوک شدن یا صرف پرداخت تسهیلات نشدن نیمی از سپرده‌های استان به هم‌استانیامون و جایگاه پایین کرمان در تسهیلات دهی در سالی که شعارش تولید پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هاست داره. هشتگ ابراهیم بورشکن رو تو شبکه‌های اجتماعی دیدین؟ یعنی یه زمانی باید دنبال کلید میگشتیم، الان باید دنبال تبر بگردیم. اینی که رئیس جمهور بوتشکنه، باید دنبال تبر بگردیم. حالا تبر، کلنگ، بیل، هرچی. آقا هرچی داریم بیاریم. بورس ریخت. چرا داریم من بازی میدین شما؟ چرا میخواین شما همه چی رو عادی جلوه بدین؟ چرا داریم من صحنه سازی درست میکنین؟ من باختم؟ بعدم باختم. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.